عزیزان دل با برنامه زنان امید همراه هستید. ببینم شما هم جز و افراد کنجکاوی هستین که دوست دارن همه چیزو بدونن؟ پسر من خیلی کنجکاوه. همیشه هم در حال سوال پرسیدنه. مثلا میپرسه مامان مگس ها چجوری از دیوار بالا میرن؟ مامان حباب چجوری به وجود میاد؟ مامان تلویزیون چطوری کار میکنه؟ معمولا با سوالاتش میفهمم که چقدر چیزای مختلف تو دنیا هست که من خیلی راجع بهشون اطلاعات ندارم. پسرم معمولا در حال مطالعه است. کتابای زیادی درباره موضوعاتی که دوست داره میخونه. خب خیلی خوبه که اطلاعات ما بالا باشه. اما فکر میکنی زیاد دونستن باعث حکمت زیاد میشه؟ میدونین توی کتاب امثال اینطور گفته: زیرا حکمت از یاقوت ارزشمندتر است و تمامی نفایس را با آن سر برابری نیست. من تا حالا یاقوت از نزدیک ندیدم فرشته، اما میدونم که خیلی خوشگله و خیلی هم گرون و با ارزشه. مثلا میدونم یه گردنبند معروف یاقوت به شکل قلب هستش که قیمتش 14 میلیون دلار آمریکاست. فکرشو بکن فرشته، 14 میلیون دلار خیلیه. حالا کتاب امثال میگه حکمت از یاقوت با ارزش تره. پس ارزش داره که برای به دست آوردنش تلاش کنیم، نه؟ حتما. ضرورمثالای زیادی درباره حکمت وجود داره. پس باید خیلی چیز با ارزشی باشه. یه آیه دیگه اینطوری میگه: فرزند حکیم مایه شادی پدر است. من که باهاش موافقم. تو چی نوشی؟ بله، منم 100% موافقم. دختر یا پسر حکیم و عاقل تصمیمات عاقلانه میگیره و خب این باعث خوشحالی مادر و پدر خودش میشه. والدین همیشه به بچه خودشون که تصمیمات حکیمانه میگیره افتخار میکنن. یه ضرب المثل دیگه هم هست که میگه حکمت به ما صبر میده. در امثال سلیمان باب 19 آیه 11 میبینیم که میگه عقل انسان خشم او را باز میدارد، جلال او در چشم پوشی از خطاهاست. وقتی کسی خطایی میکنه، من برای چشم پوشی از اون خطا نیاز به حکمت خداوند دارم. به کمک حکمت خداونده که میتونم فراموش کنم و به جای انتقام بهش محبت کنم. حکمت خداوند به من کمک میکنه تا از دید خداوند به مسائل نگاه کنم و بدونم که چی مهمه و باید رو چی متمرکز بشم. کمکم میکنه تا دیگرانو بهتر درک کنم و حتی اگر در حق من مرتکب اشتباهی شدن در اون مورد صبور باشم. چقدر عالی. فرشته جان یکم بیشتر برامون بگو از این سخنان دلپذیرت. کتاب امثال دیگه چیا به ما گفته؟ خب میگه که فرد حکیم خانه‌دار خوبیه. کسی که برنامه ریزی میکنه و به فکر دیگرانه. به این گوش کن: در خانه حکیمان خزانه چیزهای مرغوب و روغن است، اما فرد نادان همه دارایی خود را تلف میکنه. حکمت خدا به من کمک میکنه تا به فکر خانواده‌ام باشم و برای تامین احتیاجاتشون برنامه ریزی کنم. موقع خرید باید حواسم جمع باشه و داراییمو بی خودی هدر ندم. هر وقت میخوام چیزی بخرم به درگاه خدا دعا میکنم و ازش میخوام بهم حکمت کافی بده تا بهترین انتخابو برای خودم و خانواده‌ام انجام بدم. همینطوره. همچنین فرد حکیم میدونه که چطور اولویت بندی کنه. میتونه درک کنه که چی مهمه و چی مهم نیست. به این گوش کنین: خیشتن را برای ثروتمند شدن از پا میفکن، از اندیشیدن بدان بازیست، تا چشم بران بدوزی از میان رفته است، زیرا ثروت چون عقاب بال میگیرد و میپرد. بله عزیزان، حکمت خدا به ما کمک میکنه تا روی چیزهایی که خودش بهمون داده تمرکز کنیم، حتی اگه به ظاهر خسته کننده باشه. خیلی مواقع ما به جای تمرکز روی چیزای موندگار روی چیزای متمرکز میشیم که دوامی ندارن، مثل پول و ثروت. همینطوره. و حکمت باعث میشه درک کنیم چی عادلانه است. ضرب المثل بعدی اینطوری میگه: آنگاه هر طریق نیکو را خواهی یافت، پارسایی و عدالت و انصاف را. به نظرم مادران نیازمند همچین حکمتی هستن، نه؟ همینطوره. فکر میکنین برای بزرگ کردن بچه هاتون نیاز به حکمت دارین؟ بله، 100%. برای انجام کارهای روزمره، برای برقراری نظم و اینکه چطور بچه هاتون رو دوست داشته باشین.
من که واقعا به یه همچین حکمتی نیاز دارم. حکمت به ما کمک میکنه بدونیم چی درسته و عادلانه است. حتی چیزای کوچیک، هر چی بیشتر درباره حکمت میخونیم متوجه میشیم که چقدر چیز با ارزشیه. بله، مثلا تو باب 3 میگه که حکمت باعث سعادتمندی میشه و تجارتش از نقره سودمندتره. راه‌های حکمت دلپذیره. حکمت درخت حیاته. پس فکر میکنم اگه من سعادتمند بشم، خانواده‌ام هم سعادتمند میشن. حالا اصلا این حکمت از کجا میاد؟ آیا با خوندن کتابای زیاد یا گوش دادن به معلمای مختلف میتونیم این حکمت رو به دست بیاریم؟ یا باید بریم دانشگاه و برای کسب حکمت درس بخونیم و مدرک بگیریم؟ حالا بیا ببین باب دوم امثال چی میگه؟ خداوند است که حکمت میبخشد و از دهان اوست که دانش و فهم بیرون میآید. آمین. این حکمت نه مال منه و نه مال شما. نه تو کتاب پیدا میشه، نه توی دانشگاه. بلکه حکمت از آن خداست. و کتاب مقدس تو باب سوم امثال به ما توضیح میده که چطور میتونیم اون رو از آن خودمون بکنیم. بله. برای همینه که کلام خدا میگه با تمامی دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از شرارت دوری کن. شنیدین چی گفت دوستان؟ با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. من و شما باید اعتماد کنیم، نه به خودمون بلکه به خداوند. یعنی باید راه و طریقت و اولویت های اون رو تو زندگیمون دنبال کنیم. اول خداوند و بعد دیگران رو قبل از خودمون قرار بدیم. همه اینها با اعتماد به خداوند شروع میشه. همینطوره عزیزان، به خداوند اعتماد کنیم چون اون قابل اعتماده. بهش اعتماد کن چون اون بهتر از هر کسی میدونه که چی برای تو بهتره. اراده خداوند رو در اولویت همه تصمیماتت قرار بده. باید از خودمون بپرسیم الان خدا میخواد من چی کار کنم. تو باب دوم امثال یه ضرب المثل خیلی معروف هست که میگه ترس خداوند آغاز حکمت است. احتمالا شما هم قبلا این ضرب المثل رو شنیدین. منظور از ترس خداوند احترام و اعتماد به اونه. تنها در صورتی که خداوند رو بشناسیم و ازش پیروی کنیم میتونیم حکمت حقیقی رو درک کنیم. اما چطور میتونیم خداوند رو بشناسیم؟ قطعاً درک اون برای ما خیلی عمیقه. شناخت اون برای من خیلی سخته. اون نامتناهی و جاودانه و من یه موجود فناپذیرم که یه روز بالاخره زندگیم به پایان میرسه. اما خداوند نامتناهی و جاودانه و اون خودش رو در عیسی مسیح به ما نمایان کرد. اون اومد تا مجازات گناهان ما رو به دوش بکشه. اون مرد تا ما زنده بمونیم. ما به تنهایی نمیتونیم خدا رو بشناسیم، اما در عیسی هستش که میتونیم خداوند رو بشناسیم و طریقاش رو بدونیم. آمین. شاید بپرسید پس حکمت چیه؟ عزیزان، حکمت یعنی اعتماد به خداوند در هر شرایطی بدون چون و چرا. ما جوابو نمیدونیم، اما طریقهای خداوند همیشه بهترینه. اینو قبول دارین؟ باید از خودمون بپرسیم خداوند تو این شرایط چی کار میکنه؟ خداوند نیکوست، خداوند محبته، خداوند صبوره، اون متعاله. پس باید از خداوند حکمت و محبتش رو بطلبیم و ازش بخوایم نیازهای ما رو برطرف کنه. آمین. و هرچی خداوند رو بیشتر بشناسیم بهتر میفهمیم که چطور باید زندگی کنیم، چطور تصمیم بگیریم، چطور با دیگران ارتباط برقرار کنیم. یادتون باشه که خداوند به جزئیات توجه میکنه. همه یه چیزای کوچیک، هر چیزی که هر روزه توی زندگی ما اتفاق میفته، اون میخواد برای بزرگ کردن بچه هات، حتی برای خرید کردنت، برای دوست پیدا کردنت، برای کارت و هر چیز دیگه ای از اون کمک بخوای. و همینطور که ما بازتاب حکمت خداوند رو تو زندگیامون میبینیم، دیگران تفاوت رو توی کارهای ما و رفتارمون میبینن.
اینکه چطور کار میکنیم، چطور با دیگران رفتار میکنیم، چطور تو خانواده رفتار میکنیم. شناخت خدا هر بخشی از زندگی ما رو تغییر میده. آمین. خب فرشته جان اگه موافقی بیا با هم برای شنونده هامون دعا بکنیم. حتما نوشین جان. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم که با شناختت به حکمت میرسیم. از تو میخواییم که امروز به شنونده هامون کمک کنین تا تو رو بهتر بشناسن، به تو اعتماد بکنن و بتونن حکمت حقیقی رو کسب کنن. تو رو شکر میکنیم که عیسی مسیح رو فرستادی تا مجازات خطاهای ما رو برداره و محبت تو رو به ما نشون بده. خداوند، از تو میخواییم کمکمون کنی تا تصمیمات با حکمتی تو زندگیمون بگیریم. دعا کردم در نام عیسی مسیح با شکر و سپاس. آمین. آمین. مرسی فرشته جان. عزیزان امروز میخواییم قبل از خدافظی نامه یکی از شنونده ها رو براتون بخونیم. این دوست عزیزمون با شنیدن برنامه زنان امید یاد گرفته که چطور کلامش رو کنترل بکنه. جا داره که از این شنونده عزیز تشکر بکنیم که برای ما شهادت زندگیشون رو ارسال کردن. دوستان عزیز شما رو هم تشویق میکنیم که لطفاً برای ما نامه بفرستید. فرشته جان میشه نامه این دوست عزیز رو برامون بخونی؟ حتما. این عزیز اینطور مینویسه: من یه زن بالغ هستم، اما شیوه رفتار من با عروسم درست نبود. با شنیدن برنامه زنان امید زندگیم و رفتارم تو خونه تغییر کرد و رابطم با اون بهبود پیدا کرد. بعد از اون برنامه من و عروسم دوستان خیلی خوبی برای هم شدیم. خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم که تونستیم تأثیر مثبتی توی روابط شما دوست عزیز داشته باشیم. شکر برای خداوند و کارهای دست اون. امیدواریم که این رابطه دوستانه با اعتماد به خداوند روز به روز رشد بکنه. دعا میکنیم به نام عیسی مسیح که همچنان بتونیم تأثیر مثبتی توی زندگی شما عزیزان داشته باشیم. عزیزان دل، به انتهای برنامه رسیدیم. دوستان عزیز تا هفته آینده شما رو به دستان خداوند میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید دنبال نمایید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.